وقت شما عزیزان به خیر و شادی باشه در هر کجای جهان که هستید. آیا تا به حال فکر کردید در کنار مشغولیت‌های زندگی، گاهی مشکلات که اطراف ما هستش و همچنین افکار ما رو پریشان و خسته می‌کنه، چگونه هستش که هنوز امیدوار و نیز منتظر یاری خدا هستیم؟ و یا با شنیدن صداهای منفی که بر علیه خود ما هست، بر علیه خانوادهمون هست، بر علیه آرزوها و رویاهای ما هست و گاهی ضد ایمان ما هست، این صداها ضد کلیسای ما هست، ضد کشیش کلیسا هست، ضد خادمین کلیسا هستش، اما چگونه است که هنوز مشتاق مسیح هستیم، مشتاق کلیسامون هستیم، مشتاق ایمانداران هستیم و مشتاق خانواده و نیز فعال و اکتیو هستیم برای رسیدن به اهدافمون؟ مسلما تسلی های روح القدس نیست مطابق فیض خداوند با ما هست، اما فراموش نکنیم که مسیح وعده داد که ما را هرگز در هیچ شرایطی رها نخواهد کرد، همان گونه که مطابق انجیل متی 28:20 میخونیم که اعلام میکنه عیسی مسیح: اینک من هر روزه تا انقضای عالم همراه شما میباشم. و نیز در انجیل یوحنا 14:18 میخوانیم که اعلام میکنه: در طوفانهای زندگی شما را یتیم و بی سرپرست نخواهم گذاشت و به کمک شما خواهم آمد. و این وعده های نیکو رو پولس رسول نیز در موقعیت های زندگی خودش تست کرد و تجربه کرد، حتی در بدترین شرایط که احتمال مرگ او نیز بود، و در نامه دوم قرنتیان باب 1:10 نیز اعلام میکنه که عیسی مسیح نیز ما را یاری داد و از مرگ وحشتناک رهایی داد و امید داریم که بعد از این نیز ما را رهایی خواهد بخشید. از این رو هستش که میبایست فرزندان خدا پیوسته وعده های خدا را حفظ کنند و با وعده های خدا زندگی کنند، چرا که خداوند مطابق وعده‌اش هرگز ما را رها نخواهد کرد.